سلام و درود به همه شما که آزادی و عدالت رو انتخاب کردین و برای رسیدن بهش تلاش میکنین. آلبر کامو گفته باید آزادی رو همراه عدالت انتخاب کرد و یکی بدون دیگری معنا نداره. اگر کسی نان شما را بگیرد، آزادی شما را هم گرفته است و اگر کسی آزادی شما را برباید، نان شما هم در معرض تهدید قرار دارد. اعتراضات مستمر و پیگیر غارت شده های مؤسسات اعتباری تو شهرهای مختلف ادامه داره و هر روز هم بیشتر و گسترده تر میشه. اعتراضات برحقی که به خاطر از دست دادن تمام سرمایه مردم هست و رژیم هم حالا به هیچ عنوان پاسخگو نیستش. حتی صحبت های از این شده که این پول ها رو به حساب ربا بگذارن و پول مردم رو بهشون برنگردونن. البته این دین فروشی و فریب و ریا تو حکومت آخوندها به خاطر دزدی و غارت مردم چیز جدیدی نیست. اما اینکه تا الان نتونستن اقدامی در این رابطه انجام بدن به خاطر بن‌بستی هست که از خشم و اعتراض مردم توش قرار گرفتن. روز اول مرداد یکی از اون روزهایی بود که مردم معترض نسبت به این موضوع فراخوان به تجمع اعتراضی تو شهرهای مختلف دادن. فیلمی از این تجمع توی شهر نیشابور و همینطور صحبت‌های تکون دهنده یک پسر بچه و شکایتش از ظلم به دستمون رسیده که با هم می‌بینیم. باز میریم اونجا، باز دوباره میگه سه ماه دیگه. چی وضعه؟ الان سه سال الان داستان میگردن ما. 85 میلیون گذاشتیم، الان سه سال داستان میگردن. الان ماشینمون رو فروختیم برای خونه، ما وقت خونه گرفتیم. الان هیچ جوابی نمیدن. هر دقیقه میریم اونجا یک پول بدیم، میگن نه ما بخشی کسی کنیم، بعد بریم خود بالاستری تو وقت. هر دقیقه تو اخبار میگن به زودی درست میشه، به زودی درست میشه. پس کی درست میشه دیگه؟ تا حالا داستان جوانهای کولبر رو زیاد شنیدین، اما آیا چیزی در مورد جوانهای سوختبر هم میدونین؟ درد مشترک اونها هم بیکاریه و اونها هم مثل کولبرها جونشون رو معامله میکنن، چون بزرگترین تهدیدی که در سر راهشون قرار داره شلیک نیروی انتظامیه، شلیکی که برای اونها به معنی زنده در آتش سوختنه. خیلی از جوانای سیستان و بلوچستانی برای تأمین مخارج خانواده و فرار از فقر و گرسنگی به این کار رو میارن. یکی از اون جوانها اسمش محب هست. اون 28 سالشه و فارغ التحصیل رشته برق هست. نه فقط اون، بلکه همه همسن و سالای اون توی این منطقه این کار رو امتحان کردن یا بهش اشتغال دارن. محب میگه اگر کار دیگری سراغ دارید، من همین الان ماشینم رو میفروشم. حاضرم از صبح بیایم و مشغول شوم. مسیر زندگی ما همین است. یا با شلیک گشتی ها کشته می شویم، یا راهی زندان می شویم، یا ماشین به هر دلیلی واژگون می شود و زنده در آتش می سوزیم. سلیمان جوان دیگه ای هست که به خاطر حادثه‌ای در حین کار قطع نخوا می شه. اون میگه اگر یک کارخانه در این اطراف تأسیس می شد تا جوانان در آن مشغول شوند، حالا وضعیت ما خیلی متفاوت بود. اگر آب داشتیم کشاورزی می کردیم. اگر راه بود فرار می کردیم. من چاره ای جز سوختکشی نداشتم. چه کولبر، چه سوختبر، چه دستفروش، چه کارگر و چه بیکار، همگی استعدادهای پرپر شده ای هستند که زیر نعلین دیکتاتوری آخوندها دارن لگدمال می شن. اما شکی نیست که روزی این همه درد به خشم و این همه خشم به انفجاری عظیم تبدیل میشه که پایان این حکومت رو مهر میکنه.